تنها جایی که میتونم از این دنیای تاریک یوسف رو نجات بدم این خونه است، کنار عموش. اقبال؟ تو نخوابیدی؟ تو الان بیدار بودی؟ چی شده اقبال؟ چیزی ناراحتت کرده ها؟ چیزی نیست. اما تو نخوابیدی؟ چیزی ذهنتو مشغول کرده و نذاشته بخوابی؟ یا اقبال اتفاق بدی افتاده؟ آرامشم از بین رفته زیا، فهمیدی؟ الان فهمیدم. فهمیدم حتما چیزی شده، اونم خیلی بد. اتفاق بدی نیفتاده، اتفاق خوبی هم نیفتاده، فقط خیلی عصبانیم، نمیتونم نفس بکشم. وقتی اینجوری ازم سوال میپرسی حالم بدتر میشه. بگو دردش چیه؟ سویگیلرها برادرشو با خودشون بردن، گفتن یا جون یامان یا جون برادرشو میگیرن، وگرنه حمید کسی نیست که با پول بتونن بخرنش. بازم سویگیلرها. فقط بگو چی کار کنیم یامان. هر کاری که میکنن من باید بفهمم. این آخرین روزای زندگیشه. باشه، همین الان جلسه میگیرم. زحل جان ببین، هر کاری که میکنم به خاطر خوبی من میکنی، میدونم آبجی. بعدن بیشتر از این ناراحت میشدی. ببین اون پس فطرت در مقابل دو لیره تو رو فروخت. امروز نه ولی فردا حتما یه دختر پولدارتر از تو پیدا میکرد، اون وقت میخواستی چیکار کنی؟ زحل جان عزیزم، تنها کسی که لیاقت تو رو داره و قدر تو رو میدونه یامانه. آره میدونم به دست آوردن یامان آسون نیست، اما اگه به دستش بیاریش اون وقت آیندت رو تضمین میکنی. خودتو جمع و جور کن، یادت که نرفته نه امروز کار مهمی داریم. سحر دوباره عینه یه روبا از گودالش اومده بیرون، اما نمیتونه یامانو شکار کنه، بهش اجازه نمیدیم. به کمک هم یه جشن تولد عالی واسه یوسف برگزار میکنیم، یامانم عاشقش میشه. آبجی نمیخوای بفهمی نه؟ من تو وضعیتی نیستم که بتونم همچین کار رو بکنم. عزیزم من که از تو کاری نخواستم، فقط میخوام یکم سر و حال باشی و برای صبحونه سر میز باشی. قبوله؟
خیلی خب، منم تنهات میذارم. آماده شو. اگه نیای ناراحت میشم. تو را این پسرم دوست دارم، فقط به تو میتونم اعتماد کنم. یه تیکه از وجودم و دختر مثل جواهرم و به تو امانت میدم. تو را خیلی دوست داره. اگه تو هم همین حس و بهش داری و عاشقشی علی، وقتی من دستشو ول کردم تو محکم بگیریش. هیچ وقت رهاش نکن و همیشه در کنارش باش. اینم از قهوه. چیز دیگه ای میخوای؟ نه. زود باش عزیزم، بخور نوش جونت. اوه اوه نوش جونت. ببین عمو جونش، اشتهای آقازاده خیلی خوب شده. بخور تا این عمود قوی بشی. آفرین. اشتهای یوسف خوب شده، اما اشتهای عموش از بین رفته. یه لقمم نخوردی یامان؟ میخورم، مشکلی نیست. یوسف، یه کمی پنیر برات میریزم، بخور.
گیا جان. بگیر عزیزم، انگار امروز باید به زور به همه قضا بدم. زنده باشی اقبال، ممنون. وقتی مهربونی خیلی خوشحال میشم. همیشه همینطور باش باشه؟ نمیخوام ناراحت باشی. ممنون. نوش جونت. آه یامان، تا یادم نرفته باید بگم، من و زحل جون به خاطر تولد یوسف میخواییم جشن بگیریم، البته اگه تو مشکلی نداشته باشی. امروز تولدت یوسف؟ خب بگو آتیش پاره، جشن تولد میخوای؟ آره میخوام. مطابق میل یوسف براش جشن تولد بگیرین. نمیخوام خیلی بزرگ باشه، خودمونی باشه، باشه؟ نه، نمیخواد. نگران باشی، کسایی میان که زیاد میشناسدشون. من و زحل در مورد همه چی فکر کردیم. خوبه، خیلی خوب، خوبه، کافیه یوسف خوشحال باشه. معلومه که خوشحال میشه، آبجی زحلش سپرایز خوبی واسش داره. خیلی. تو چی؟ حتما خالت هم داره، مگه نه؟ یه کیک بزرگ برات میگیریم یوسف. کیک هم باید بگیریم؟ خب معلومه، همه یه خوبی جشن تولد به همینشه. عزیزم خدا خیرت بده دخترم، بدش من. دارو و درمونتون بشه. چیه، چیزی شده؟ لبات میخندن ولی چشات کاملا غمگینن. چیزی شده دخترم؟ نکنه علی به چیزی گفتی؟ نه، جناب سرهنگ هرچی بگه حق داره. ام عثمان هرچی هم بگه ناراحت نمیشم. پس چرا کشتیات غرق شده؟ دیروز وقتی بیگم خانم اونجوری رفت خیلی ناراحت شد. این که چی حالشو خوب میکنه دست من دخترم. الان میرم از شیرینی فروشی یه کیک بزرگ و خوشمزه براش میخرم. همین که اونو ببینه همه چی یادش میره، این موم نرم میشه، نگران نباش. پس کارمون ساده. معلومه که ساده است. اما عثمان جان، میرم آشپزخونه، یکم کار دارم، اگه کار داشتی صدام کن. باشه باشه دخترم، باشه. باز چی شده؟ آنتی بیوتیک تو باید بخوری. ببینم زیاده روی نمی کنی ها؟ اگه میخوای زخمت عفونت نکنه پس باید داروهاتو سر ساعت بخوری. نذاشتی پانسمان کنم، حداقل داروتو بخور. ولش کن. نمیخوام. اصلا دوست ندارم یه حرفی رو دوبار بزنم.
برو. گفتم برو. من احمقم، چرا اصرار میکنم؟ عزیزم خوشگل خالی، برام کتاب میخونی؟ عزیز دلم معلومه برات میخونم، به خاطر تو هر کاری میکنم. دوباره فصل بهار رسید و همه از خواب بیدار شدند. تو یکی از روزا شاهزاده جوان به شهر اومد. شاهزاده جوان و جذاب دنبال چیزی بود که میخواست. پیداش کرد؟ نمیدونم، باید با هم بخونیمش. ببین خاله جونش، لباس جشن تولد یوسفه، ببینم خوشت میاد یا نه. قشنگه؟ خیلی قشنگه. خوشت اومد عزیزم؟ یوسفمون امروز یه شاهزاده یه واقعی میشه. پس تو هم پرنسس شو خیلی. عزیزم امروز تولد توی، تو شاهزاده میشی و لباس قشنگ میپوشی. نمیشه این فیلم ها از اون پیرهنهای خوشگل بپوشی؟ متاسفانه من اونجوری لباس ندارم، اما قول میدم به خاطر تو خوشگلترین لباسم رو بپوشم. باشه ولی این پرنسس ها باشه، دامنش بزرگ باشه. به خاطر اینکه پرنسس بشم هر کاری بتونم میکنم. یوسف جون، لباس خالت و هدیه هاش حتما غافلگیرت میکنن. ببینم بیشتر از کدومشون خوشت میاد، از هدیه من و آبجی زحلت یا از هدیه خالت. خیلی هیجان زده ای مگه نه؟ منتظر هدیه هاتی درسته؟ میرم پیش زحل، زود برمیگردم. خوشگله نخونی؟ خیلی خوشگله عزیزم. صابخونه که خیلی رفتار خوبی با سحر داشت پسرم. خدیجه خانوم میگه که سحر هنوز نیومده. آدرس جدید سحر رو میدونین خاله نداره؟ نه فکر نمی کنم، خدیجه خانومم از چیزی خبر نداره، به جز تو من کسی آدرس رو نمیدونه. اگه سحر بفهمه خیلی ناراحت میشه. وقتی شنیدم یه چیزی رو سینم سنگینی کرد،
اما به نظرم اونم باید بفهمه پسرم. خب الان اگه زنگ بزنم و بگم بهت قرض میدم سحر بمیرم قبول نمیکنه. زحل اینو ببین چطوره؟ از روغن حیوانی استفاده کردن. کیکش خیلی خوشمزه و پرطرف داره. قشنگه مگه نه؟ قشنگ. این خوشگلتره. واقعا خیلی خوشگله. تو هم مثل فرشته ها با زیبایی تیامانو جادو میکنی و عاشقت میشه. زحل ببین، تولد یوسف نیست، در از تولد توه. همین که بتونی یامانو به دست بیاری، بعدش زندگی رویایی منتظرته. همه چی رو از اول شروع میکنی. میفهمی آبجی؟ آبجی من خیلی خستم. خیلی منم خستم زحل، منم خسته شدم از بس همه چی کسل کننده و یه نواخته. اما دیگه تموم شد. عزیزم تو این جشن تولد خیلی قشنگ میشی، من مطمئنم. زیبایی تو چشمای یامانو کور میکنه. زحل جوری نگاه میکنی انگار که مردی. صبح داروهاتو خوردی؟ بذار برات بیارم تا بخوری. خودت میدونی که باید هر روز بخوریشون. بیا بگیر، زود باش، بگیر بگیر، بیار جلو، دستتو بیار جلو. آفرین. دختر تو باز گوشی دستته، اون گوشی تو دستت منفجر بشه تو هم بمیری انشالله. باشه خاله جون، فقط چند دقیقه گرفتمش، حتی نمیذاری نفس بکشم. خسته نباشی. بیا دخترم بیا. چیزی میخواستی؟ راستش کمی بی حالم، میخوام یه چیزی برای خودم درست کنم، البته اگه ناراحت نمیشین. چرا ناراحت بشم عزیزم، بیا درست کن. تو خوبی دخترم؟ نکنه سرما خوردی؟ نه فکر نکنم، فقط حس میکنم یکم خستم. یه جوشونده درست میکنم، زردچوبه و زنجبیل، شیرم اضافه میکنم. اگه فلفل سیاه باشه که خیلی خوب میشه.
این جوشون درا قدیما برای کسایی که کم خون ضعیف بودن درست میکردن. والا اگه این چیزا رو من بخورم تمام روز میتونم این اسب بدوم، حتی میتونم 1000 هکتار زمین رو شخم بزنم. اینو باش، دنیا به کجا رسید، این به کجا رسید، تو فقط سرت به کار خودت باشه دختر، فهمیدی؟ ای بابا باشه خاله جون. یالا نمیفهمم چرا علی اون دختره بیشورو بیرون نمی کنه. اصلا توضیح نمیده، هرچی میگم فقط میتوپه بهم. بگم چطور این موضوع رو خیلی بزرگش نکنی، به نظرم بهتر اینقدر بهش نچسبی و خودتو خورد نکن. خیلی خوب ایسگه جون، تو بگو من چیکار کنم. یکم عاقل شو، اینقدر بهش حساسیت به خط نده. به نظر من اون نامه ای رو که از طرف پدرت نوشتی براش کافی، اینجوری ازت دور میشه. منم از همین میترسم، برای همین میخوام دستشو محکم بگیرم. نه، وقتی اینجوری رفتار میکنی بیشتر ازت دور میشه. آخه یه خدمتکار چی کار میتونه بکنه؟ نه ایزگه نه، نمیتونم پاپس بکشم، وگرنه از شرم عثمان راحت نمیشم. باید یه آدم قابل اعتماد رو بفرستم اونجا. کاش میدونستم علی چرا اینقدر اصرار داره اون اونجا بمونه. این چیه؟ معذرت میخوام، نباید میومدم، ولی خب باید اینو بخوری، برات خیلی خوبه، سرپا نگهت میداره. اگه کوری سرپام. خب دکتر که نمیری، حداقل اینو بخور لطفا. از اینجا ببرش. وقتی برای اولین بار بابام برام درست کرده بود، از بوش بدم می اومد. بابام گفت هر گلی یه خار داره، اگه خارش رو قبول نکنی به گل نمی رسی و نمی تونی خوب بشی. هر موقع مریض می شدم از این برام درست میکرد، همین که میخوردم خوب میشدم. یعنی از بابات یاد گرفتی؟ در اصل از مامانم میراث مونده. وقتی به دنیا میومدم مامانم مرد. شاید این جوشونده نه، محبت پدرم بود که باعث می شد خوب بشم. خب بیخیال، اگه اینو بخوری برات خوبه، نظر سرد بشه.
سلیم چطوری؟ صبح هم زنگ زده بودی، وقت نکردم زنگ بزنم. مشکلی که پیش نیومده؟ نه نه، همه چی خوبه. زنگ زدم ببینم حالت چطوره، اما الان به خاطر یه چیز دیگه زنگ زدم. انشالله خیره، اتفاق بدی که نیفتاده. نه بابا، نگران نباش. یه خواهش ازت دارم، طرز تهیه سوپ برنج رو میخوام، یکی سفارش داده. آها باشه، الان بهت میگم. چطوره بدی به داداش هیدر تا به اون بگم؟ چیزه، هیدر یه کمی نخوش احواله، امروز خونه است. بهتره بگم همه کار افتاده گردن خودم. اینجا هم خیلی شلوغه. آی خدایا، خسته نباشی، میتونم کمکت کنم؟ خب در واقع طرز تهیه سوپ برنج رو میخوام، ولی کلن اینو میخوام بدونم سر میاد کمکم کنه یا نه. یعنی به جای هیدر میاد کمکم کنه یا نه. گوش کن، خیلی فکر کردم بعدش گفتم، یعنی بهت پولم میدم. نظرت چیه؟ سلیم، خب من وقتی کنار یوسفم چطور میتونم کمکت کنم؟ گوش کن، به زمانش فکر نکن، هر موقع تونستی بیا. زود تصمیم نگیر، یکم فکر کن، بعدن به هم زنگ بزن. باشه باشه، خوشحال شدم، منتظر خبر تمام. سلیم بگو. خیلی ممنون. این چه حرفیه؟ به امید دیدار. به امید دیدار. خیلی بگو عزیز دلم. امروزم میشه یه چیزی بپزیم؟ آخه دیروز خیلی خوش گذشت. باشه خوشگلم، امروز ماکارونی درست میکنیم، تو دوست داری نه؟ آره ماکارونی دوست دارم. خوب عزیزم، پس بریم. بیا سوپ سبزیجات، سالاد فصل، نوشیدنی و غذا. همش همینقدر بود نه؟ آره همش همین بود. باشه کارت تموم شد، فقط سالاد مونده، دیگه چیزی نمونده. خوش اومدین آقازاده، به آشپزخونه ما صفا آوردین. خسته نباشین، من و یوسف امروز بازم میخواییم غذا درست کنیم. امروز میخواییم ما کنینی درست کنیم. آی باشه برین درست کنین. آه، اما قبل اون دختر خوشگلم، اگه وقت داری باهات یکم کار دارم. البته بفرمایی. باید بهت نشون بدم دخترم نسلیهان خواهرش، تو آبا با سراش پس یوسف سر گاز بذار، مام زود برمیگردیم. باشه بیا که بریم یوسف جان. اوپا یه لحظه وایسا، درو ببندم. الان میریم آبا میذاریم رو گاز. رنگ و برنگه، خوشت میاد؟ این لباسو وقتی کلاس خیاطی میرفتم دوختم. اون موقع هرچی بی دوختم عالی عذاب در می اومد. خب اینا برای این دوختم که بتونم تو تلویزیون برم و تو مسابقه خیاطی شرکت کنم و برنده بشم. خب بی خیالش مهم نیست. بگو ببینم چطور عزیزم. خیلی قشنگه، خیلی هم شیکه، دستت درد نکنه ایدالت خانم. خیلی ظریفه، به نظرم بهت میاد. فقط نیاوردم نشونت بدم، میخوام اینو بهت هدیه بدم. به خدا از روزی که دیدمت همش به این فکر میکنم که اگه این لباسو بپوشی چقدر خوشگل میشی. خب وقتی یوسف صبح اونجوری گفت فقط این به ذهنم رسید، منم برا تو بردمش. لطفا قبولش کن. این لباس خیلی قشنگه دارد خانم، اما این یه یادگاریه، به نظرت نباید اینو نسلیهان بپوشه؟
اون این چیزها رو دوست نداره دخترم. اون کت و دامن شروالی دوست داره، اینا رو دور میندازه. آسود باش دخترم، قبولش کن، دلم رو نشکن. خیلی ممنونم، ممنونم مدلت خانم. به خوشی بپوشیش عزیزم، ستاش بپوش ببینم بهت میاد یا نه. باشه. اینو از شیرنی فروشی آوردم؟ به خدا خیلی خوشمزه است. نوشه جون. عمو جون این کیک خیلی خوشمزه است، واقعا طعمش عالیه. از کدوم شیرنی فروشی آوردی؟ بسرم من جایی نرفتم که بخوام کیک بخرم. کیروزم خونه بود. من یه چیزایی سفارش شدم، اونا رو برام آوردن. وای بده من بده. وای چطور این چیزا رو تا اینجا آوردی؟ اگه میدونستم تو میاری سفارش نمیدادم. اسمت چیه؟ سواتاب جی. اسم منم کیرازه. کیراز؟ تو پولتو بگیر، برو خداحافظ. زنده باشی آبجی. چرا حرف گوش نمی کنی؟ چند بار باید بگم با اهالی محل حرف نزن دختر؟ با گفتن نفهمیدی، برات نوشتم ولی بازم نفهمیدی. هنوزم نمیدونی که این موضوع چقدر مهمه؟ نه؟ مگه نگفتم اسمتو به هیچ کی نگو؟ آخه چرا نمیفهمی با این کارات بلاهای بدی رو سرت میاری؟ از این نمیترسی که منو تو درد سر بندازی؟ نمیبینی به خاطر تو شغلمو تو خطر انداختم؟ معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام.